با سلام و درود. از اخبار اطلاعات مشخص میشه کم کم که اسرائیل محکوم به بلعیدن شمشیر حماس است. دیگه هیچ رای نداره، نمیگذاره که شمشیر بیرون باشه و ایره باید ببلعد. بعد از بلعیدن چی اتفاق میفتد؟ در اساس کمپین غرق در خون انتخاباتی ناتانیاهو که از غزه میگذرد، علیه بنی گانتس رهبر حزب کادیما کال به امریکا رفته تا قبر ناتانیاهو را در واشنگتن بکنه در جریان است. یعنی امریکایی های تو در نظر دارند که ناتانیاهو را به وسیله بنی گانتس غرق کنند. خب البته اشاراتی است که در روزنامه هارتس، روزنامه چپگرا مطرح شده، نویسندهش ایوانا گونین است، یک تحلیلگر اسرائیلی است که میگه در یکی دو هفته گذشته ناتانیاهو با یک نسخه تاریکی از ققنوس بدل شده که از خاکستر میخواه برخیزه. یعنی آوارو خونو خاک از بسیل از کرتی خود میتکانه و وارد شیوه کار مورد علاقه خود میشه. در چی؟ مبارزات انتخاباتی. جالبش است که همچون مبارزات انتخاباتی همزمان هم در اسرائیل جریان داره هم در واشنگتن. سرنوشت بایدن ربط داره به کار و کردار ناتانیاهو. اگر با هم نخونه یکیش باید بره پیش از انتخابات یا در جریان انتخابات. اینی رقم شده. در امریکا دست ناتانیاهو دموکرات ها غرق شدن، انتخابات پیش و پیش باختن. یعنی تقریبا به سرنوشت ناتانیاهو برابر شدن دموکرات ها. اما باید قبل از خود بایدن ناتانیاهو را به وسیله بنی گانتس از صحنه دور بکنم. برنامه همی است. مفسران داخل اسرائیل ادعا میکنند که در قلب این کمپین و اظهارات مهندسی شده که از دفتر ناتانیاهو بیرون میاد، ایتور میگه که بنی گانتس رفته در امریکا تا به علیه اسرائیل یک کشور فلسطینی را تشکیل بکند. حالا این رقم و تبلیغات سیاه انتخاباتی در جریان است. بنی گانتس او را تأسیس خواد کرد. ناتانیاهو از او جلوگیری میکنه. این کمپین انتخابات است و ناتانیاهو پس رای بده. این طرف هم سیاه، این طرف هم سیاه، برای خوب البته برای مردم فلسطین. سیاه بازی است دیگر. یکی از مدیرای کمپین ناتانیاهو که یک روزنامه‌نگار هم است، یدون ماگال نام داره، شروع کرده به اصطلاح به توتی نویسی. خب آیا بنی گانتس در جستجوی ایجاد یک کشور فلسطینی است؟ ای از صلاحیت بنی گانتس بالا است. فقط بنی گانتس بازی میکنه، بازی انتخاباتی است، میخواید امی رنج و درد و ترسی که در اسرائیل پیدا شده او را کاهش بده و در انتخابات ناتانیاهو را کنار بزنه. به نظر میرسه که نخست وزیر آینده بنی گانتس باشه. ناتانیاهو بازنده میشه. اگر همونطور که نظر سنجی ها نشان میده بنی گانتس نخست وزیر شوه، آیا ای به معنای تاسیس کشور فلسطین است؟ نه، قطعا نه. یکی که تاسیس کشور فلسطین در صلاحیت اینها نیست. شرایطی که فلسطینی ها به خصوص حماس داره و پشت سرش ایران داره، هرگز با این دعوای انتخاباتی بنی گانتس همخوانی ندارد. اینا موج سواری انتخاباتی میکنن.
یک کشور فلسطینی به اصطلاح یک پارچه سازی به اصطلاح دو مردم و زندگی کردن مسالمت آمیز در یک زیر سقف ناممکن است. تنها چیزی که تغییر کرده است که حالا میفهمیم که نتانیاهو میخواد حریف بدر بکنه. چی میگه؟ میگه ما هرگز اجازه نمیدیم کشور فلسطین یک گروه افراطی چی و چی و چی در پهلوی ما تشکیل بده. خب ای تو که است، یعنی بهای خون ای تصمیمات نتانیاهو تا حال چقدر است؟ اصلا قابل اندازه گیری نیست بهایی که به حساب خون دادن میشه. نتانیاهو قتل 30,000 نفر را به دوش میکشد. خب بسیار مشکل است آدم بفهمه که سر از چی میه. بهای خون تصمیمات نتانیاهو و فلسطین و اسرائیل بردوش. خب حالا نخست وزیر شکست خورده کارزار فاجعه را انداخته. تحقیقات مارک مازدی و رونن برگمن که یک شنبه در نیویورک تایمز منتشر شد، این تحقیقات میگه که موساد اطلاعات به دست آورده که نشان میده پشته های از پول نقدی که قطر به نوار غزه ارسال میکنه همزمان به بازوی نظامی حماس هم میرسه. این دیگه تحقیقات است که موساد ایره به دست آورده. از این تحقیقات نتانیاهو میخواد بگوید که ایجاد یک کشور فلسطین کاملا ما را با قتل و قصاص برابر میکنه. ایتو. اما این کار نشد. نخست وزیر به سمت تغییر سیاست سوق میدن. بسیاری از مقامات در مصاحبه خود تایید میکنند که نتانیاهو برای تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین سالهای سال در کنار یک سازمان که تروریستی میگن که عبارت از حماس باشه منظورشان، یعنی به اصطلاح اینا رو به عنوان یک رقیب قاتل علیه حکومت خودگردان فلسطین از طریق قطر حمایت میکردن. ماهانه $10 میلیون بر از اینا ارسال میشد. این چیزا هست در پشت نتانیاهو. این دوسیه ها میگه این مصیبت شمشیر حماس کال ما میخوایم قرد کنیم، این شمشیر تو تیز کردی. خب از مذاکره بر سر تشکیل کشور فلسطین میگه بنام شما دست بشوید. خب حالا نخست وزیر شکست خورده در تلاش از فاجعه را تبدیل کنه به چی؟ به پیروزی در انتخابات و کوری مردم تبدیل کنه به کارزار ملی. مگه مردم چی میکشن؟ و مو اندازه که غزه تا و سر شده نیمش اسرائیل هم شده. سیاست به اصطلاح مال و مال از خون که هر امیدی برای آینده را از بین میبره اسرائیل به وحشتناکترین فاجعه تاریخ خود میکشاند. این چیزایی است که ما از روی مطالعات منابع ثقه ما میگوییم یا داشتیم. نتانیاهو بدون شک از تشکیل کشور فلسطینی جلوگیری خواهد کرد. اما کسی چی کسی بر از اینا گفته که بین در کنار اسرائیل کشور فلسطین تشکیل شود؟ شما از فلسطینی های حماس شنیدین؟ نه، حماس اصلا در این باره صحبت نمی کنه. حماس موجودیت اسرائیل منکر است، عینا چیزی که در تهران بسته‌بندی میشه میای اینجا قابل مصرف است. اما متاسفانه بنی گانس در این موضوع با او تفاوتی نداره، فقط بحث انتخابات است. اردوش یکیست، هیچ تفاوتی بینه. خب البته نظریات گانس آله ما بعد مقالی بعدی که دیدم یک کمکی شباهت داره با اما سالهای آخر آریل شارون که از قتل عام فلسطینی ها به حد خسته شد
دید گفت که نمیشه، بدون فلسطین نمیشه. یه کار شد که ما هم گزاری ما شد فلسطینی هم. او زمانی بود که با سکته مغزی کرد رفت و طرف حالت اغماه. این چانسی وجود ندارد که در آینده شاید رهبری با شجاعت و همراه با بینش و آرمانگرایی والا در اسرائیل باشیم که برای مذاکرات و صلح واقعی با فلسطینی ها اینا آماده باشند. قطعا چنین چیزی وجود ندارد. تازه اگر دولتشان دیپلماسی بکنن و تمام شهرک نشینا و او حلقات افراطی ایدئولوژی که یهود که در اونجا لانه کردن اینا به هیچ وجه. پس حماس میفهمه این موضوع را، به همین خاطر است که در این بارا هیچ چیز نمیگه، سر تا پایان انداخته و جنگ ادامه میده با وجود تهدیدها. حالا اسرائیلی ها میتونن مطمئن باشن از چی؟ اما طوری که اوزا پیش میره اینا در گودال سیاهی، در گودال همونطور تیری سیاست های راستگرایانه همراه با کشتار و انتقام همینطور پیش شده، پیش رفته میره. این از اینی مطمئن باشم که همینطور میشه. چرا؟ بدون کوچکترین نگرانی در مورد تغییر واقعی اینا به کار خود ادامه میدن. تغییر واقعی هیچ وجود نداره. چقدر عجیب است هم دنیای افراطیت. بنیگانس هیچ وقت کشور فلسطینی را ایجاد نمی کنه. چرا؟ اینا میگن که کشور فلسطینی یعنی که اسرائیل بر همیشه یک شمشیر ببلعد و او شمشیر پاریش میکنه. بله، و میخاطر است که جرات ندارن یک بحث متفاوته قیلی مقطع تاریخ اینا تجربه بکنن. آلی ایتور است. خود حماس چی میگه؟ میگه ما میتونیم خود ما دولت تشکیل بدیم. ایره دو روز پیش فتن حماس عملا اعلامیه داده. حماس عملا دولت اسرائیل در از نظر اعتباری، از نظر اخلاقی و در جنگ سرنگون کرده. میگن که تشکیل دولت یک مسئله کاملا فلسطینی است، ربطی به اسرائیل نداره. اما ما حاضر به گفتگوهای باز هستیم برای بحث درباره تشکیل دولت، اما بدون پیش شرط ها. ما کاملا مطمئن هستم که حماس کاملا مثل نتانیاهو در جهت دیگه فکر میکنه. این مینوت نتانیاهو است. هرگز اسرائیل در پهلوی خود تحمل نمیتونه. 76 سال است که اینا کشته میتن. نمیشه. چرا؟ یک پروژه قصدی است. پروژه قدرت ها بود که یک ماشین جنگی را نصب کردن در یک جایی. خب این مسائلی بود که اعلامی حماس اسکای نیوز عربستان گزارش کرده بود. حالا وزیر خارجه اسرائیل میگه که نه تشکیلات خودگردان فلسطین نه فتح. خیچی میگه اسرائیل مثل کرانه غربی غزه را هم تصرف میکنه. کار تمام، خلاص، زیاد تشویش نداشته باشین، ما کار تمام میکنیم. ایره وزیر خارجه نتانیاهو میگه. خب اگر زورشتان میگشید که تاریخ میکردین دیگه. خب وزیر خارجه از اگر دیپلماسی دروغه پف میکنه. ای وزیر خارجه میگه فشار امریکا مانع از عملیات ارتش اسرائیل در رفح نمیشه. خب یعنی ما حمله میکنیم، جنگ تا زمانی که حماس شکست نخوره از بین نره پایان پیدا نمیکنه. درست، ایده ای شکی نیست. اگر حماس هم شکست بخوره از بین برود جنگ خاتمه پیدا نمیکنه. وزیر خارجه بسیار عقلش کوتاست. یک طرف موضوع دیگه ای که تازه ای که کی است که حماس شکست بده.
شما خود نتونستین، شما نمیتونید. میبینید چقدر اسرائیل یعنی شکننده شده. اما میگه، حرف خدا میگه، حرفش حرف دوره قرن 20 است. میگه تشکیلات خودگردان فلسطین و فتح سازمان بخشی از دولت جدید غزه نخواهد بود. ولی کی گفته که خودگردان فلسطین؟ او حماس است که میگه نه تو خود بودی نه تشکیلات خودگردان. در پشت حماس ایران است، در پشت ایران روسیه است. این چند لایه است. اسرائیل خب اینا میگه که تروریست ها را جایگزین تروریست ها نمی کنن. درست، پس کمرتون را بسته بکنید. افراطیت دیپلماتیک جالب است. میبینید شما دیدین که کوچکترین روزنه برای یافتن یک راه حل در سخنانش بود؟ نه، این میگه را علنی در دیشب در شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گفته. میگه ارتش اسرائیل کنترل امنیتی نوار غزه را به مو شیوه که در کرانه باختری انجام میده انجام میده. خب البته حرف دیروز میزنن، از وضعیت امروز چیزی نمیگن، به خاطر از اینکه دستخوش بنبست هستن. خب واکنش حماس مگر به معامله گروگانا در تلگرام حماس چی آمد؟ گفت که هیچ معامله نمی کنه. خلاص جنگ جریان داره، معامله وجود نداره. موضعگیری منضبط حماس اینا را شوکه کرد. حماس گفت هدف اولیه نتانیاهو از ادامه جنگ بر منافع صرفا شخصی و انتخاباتی و محافظت از خود است. ایره حالا تیم بایدن هم میگه دموکرات ها. پس از دو طرف یعنی در دو لبه قرار گرفته، نتانیاهو و دولت افراطیش. حتی افراطی ترین دولت در تاریخ اسرائیل تمام تلاش های میانجی ها را برای پیشرفت در مذاکرات خونسا میکنند. یعنی ای به اصطلاح یک افراطیت مضاعف داره. ایره که میگه ایره یحیی سنوار یعنی حماس میگه. پس ببینید حماس از اینا چه رقم یک شناخت داره. خب حماس پس چی میخواه؟ حماس میگه که سه موضوع اساسی ما در برابرش قرار داریم: آتش بس پایدار، پایان دادن به هر نوع حضور نظامی در نوار غزه خارج شد، و تمامی خساراتی که به غزه وارد شده شما باید در بازسازیش تعاون بکنید. خب چی منو این شکست کامل اسرائیل و چیزی هم بیشتر به خاطر از اینکه حماس که دوباره در این نقطه به عنوان دولت یعنی جنگ از سرگذرانده را تشکیل میده خیلی خطرناک است به اسرائیل. اسرائیل دیگه خواب آرام نمی داشته باشه. در این هیچ شکی نیست. چرا خود حماس اعلان میکنه، میگه ما مصمم هستیم که مردم بدون حضور شما در سرزمین خود زندگی بکنن. وقتی که سرزمین خود میگه به معنای تنها غزه نیست، خود اسرائیل هم میگه. حالا امریکا داره حمایت از این جنایات تحت مثلا تهیه پوشش و سلاح برای کشتن فلسطینی ها یعنی بدون اعمال مجازات به این طرف انجام میده. انتخابات هم پیش روی داره، جنگ هم تمویل میکنه. خب بنابراین حماس میگه که دیدگاه عربی در بحث در مورد وضعیت داخلی فلسطین اید دیده نشده. دنیای عرب خاموش است، گنگ است، کور و کر شدن. بله، و می خاطر حماس تنهاست و میگن که ما خانه فلسطین بر پایه های سالم و محکم می چینیم. و چی است؟ محکم استاد شدن و محکم جنگیدن.
اما در نظام سیاسی آینده خود قوانین مشارکت، دموکراسی و مسئولیت پذیری را مطرح میکنند. خب این مسئله آینده از کس نمیفهمد چی اتفاقی میفته. حماس چی میگن؟ میگه وقتی که اسرائیل تنها حماس میگه و دیگه ما وقتی که در مورد نوار غزه صحبت میکنیم به این معنی نیست که جدا از فلسطین صحبت میکنیم، یعنی کلیت فلسطین ما نمایندگی میکنیم. ادعای حماس بسیار کلان ساله و کمی چی میکنن؟ سازمان فتح در کرانه باختری میگه ما با اونا اختلاف نداریم، درها برویشان باز است، صحبت هم میکنیم. ای چی منا؟ من از این تو برداشت کردم که عقبه حماس در آینده عقبه دولت بعدیش یا دولت گسترش یافته شامل کرانه باختری است. کرانه باختری از حماس میشه به خاطر از اینکه کار زیاد کردن. میگه ما با جنای مقاومت ارتباط دائم و مستمر داریم و آینده بر از اراده های ما برمیخیزد. اینطور میگه. این چیزی است که کاملا با چیزهایی که اسرائیلی ها میگن منافات داره. آتش بس در غزه برای به اصطلاح حزب دموکرات امریکا حکم بازگشت نفس زندگی به یک بیمار در حال نظاره داره. چی منو؟ میگه امریکا میخواه آتش بس بکنه تا اسرائیل نجات بده. حماس حال به این آتش بس علاقه ندارد. خامنه‌ای هم رد کرد. اینا میگن که ما مطمئن هستیم مردم فلسطین به هدف خود میرسن. هرگز نمیتونه اسرائیل دیجا دائم باقی بمونه. نمیتونه. خب چرا؟ ما میبینیم که تنش و جنگ بین حزب الله و اسرائیل تشدید شده. ایران جنگ به شمال اسرائیل برده. گرنگی یعنی سنگینی جنگ این طرف برده. تهدید دو برابر شده. شما چه فکر میکنید؟ هدفش تسریع سرنگونی نتانیاهو در انتخابات نیست؟ است. به این خاطر اسرائیل فهمیده میگه آتش بس در جنوب، یعنی در جنوب اسرائیل شمال کی باشه، در جنوب، جنوب لبنان منظور شد، به معنای آتش سوزی بیشتر در شمال است، یعنی آتش سوزی بیشتر در طرف ما. ایر وزیر دفاع گفته ما در حال برنامه ریزی برای افزایش قدرت آتش هستیم. اونا نمیتونن جایگزینی برای فرماندهانی که ما فرماندهانشان رو کشتیم جایگزینیش پیدا نمیتونن. ما وار فرصت نمیتیم سرشان حمله میکنیم. در صورت آتش بس موقت در غزه آتش در شمال در میگیره. من چیزایی که در گپای گالان دیدم مثل لاف و پتاق است. اسرائیل توان جنگیدن در دو جبهه را در دو جبهه واقعی را هنوز حزب الله شروع نکرده، توانش نداره. حتی اگر امریکا تمام پل هوایی و دریایی و زمینی که اسلحه میارن و یه هیچ وقت قطع نشه، سر از هم اینا در دو استقامت جنگ کردن نمیتونن. اینا افراد جنگی در زمین ندارن. خب مگر گالان میگه، میگه کسی که فکر میکنه ما با توافقی که برای آزادی گروگان ها در جنوب رسیدیم آتش بس موقت متوقف شد، ای کار یعنی به اصطلاح اونا به هدف خود میرسن اشتباه میکنن. خب همین که شما توقف به خاطر آتش بس توقف آتش میکنه ای شکست دانست. شرایطی که حماس تعیین میکنه این شکست اسرائیل است. اما اینا میگه ما آتش در جنوب ادامه میدیم. شما ادامه نمیدیم، حزب الله ادامه میده. اتفاقا خب آل اسرائیل میگه که عقب نشینی حزب الله به جایی که باید باشه، یعنی او طرف رود لیتانی. اما حزب الله هدفش خیز انداختن به داخل شهرکای یهودی نشین است. ایره منبع کانال 13 اسرائیل میگه. به این ترتیب ما در آستانه هم انتخابات هم جنگ پیچیده اما به ثمر نرسیده اسرائیل هستیم.
هی منتظر میمونیم که بنی گانتس از واشنگتن بیایه که چی میشه.